یکم جولای 1999 جهان در مورد هزاره جدید غوغا میکند. حباب دات کام به اوج خود نزدیک میشود و یورو به تازگی معرفی شده. اما در ژاپن انقلابی آرام در حال وقوع بود، انقلابی که چشمانداز جهانی را به گونه‌ای تغییر میداد که هیچ کس نمیتوانست پیش بینی کند. ما آنچه را که اون میگوید تبدیل به میلیون ها دلار ارز ساخت. در خانه های سراسر کشور گروهی از زنان خانه‌دار معمولی در ژاپن شروع به ورود به دنیای کردن که توسط سرمایه گذاران وال استریت و پول های بانکی بینون مللی اداره می شد. آنها را خانم واتنابه می نمید. با انگیزه میل به محافظت از خانواده خود مسلح به چیزی جز رایانه های شخصی و از تسلیم نپذیر. خانم واتنابه بازارهای مالی جهانی را از روی میزهای آشپزخانه تکان داد. برای همیشه. تصور کنید اگه بتونیم زمان رو به اواخر دهه 1980 برگردونیم. اقتصاد ژاپن در حال رونق بود. اقتصاد آن به قدری قوی بود که پس از ایالات متحده عظیم الجثه دوم بود. این امر ویژه در دنیای املاک مستغلات و بازار سهام صادق بود. جایی که قیمت‌ها بالا بود. اما به قول معروف هر آنچه بالا می‌رود باید پایین بیاید. وقتی دهه 1990 شروع شد، حباب اقتصادی ژاپن از بین رفت. بازارهای املاک و سهام کشور سقوط کرد. از بین رفتن تریلیون‌ها ین تقریبا یک شبه. ناگهان نیروی اقتصادی به زانو درآمد و این بحران آغازی بود که اکنون به عنوان دهه گم شده ژاپن شناخته می شود. در تلاش برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی، بانک ژاپن تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفت. نرخ بهره بهایی است که برای قرض گرفتن پول پرداخته میشه. هنگامی که آنها بالا هستند، هزینه زیادی برای وام گرفتن دارند. بنابراین مردم و کسب و کارها تصمیم میگیرند در عوض پول خود را پسنداز کنند. وقتی سود کمه، وام گرفتن به صرفه تره. تشویق مردم و مشاغل به خرج کردن و تحریک اقتصاد. اما حتی با این نرخ‌های بهره پایین، اقتصاد ژاپن هنوز در حال مبارزه بود. و مردم عادی بازدهی زیادی از پسنداز خود در بانک‌های ژاپن دریافت نمی‌کردند. در این روزهای سخت بود که اتفاق غیرمنتظره‌ای شروع شد. در توکیو، شهری که هرگز نمی‌خوابد، نیروی شگفت‌انگیزی در حال افزایش بود. نه در دفاتر شیک پر از تاجر، اما در خانه‌های مردم عادی. میسز واتنابه. اما خانم واتنابه دقیقاً کیست؟ خب، او واقعاً وجود ندارد، نه به عنوان یک فرد حتی. در ژاپن خانم واتنابه مانند جاندو یا ابریجو در انگلیس است. این پنجمین نام خانوادگی رایج در ژاپن است که برای نشان دادن یک فرد عادی استفاده میشه که در این مورد یک زن متوسط خانه‌دار ژاپنی. در جامعه ژاپن زنها مسئول امور مالی خانواده هستند. بنابراین آنها متوجه رشد اندک پسنداز خود در بانک‌های ژاپنی شدند. به دنبال گزینه‌های بهتر آنها شروع به کاوش فراتر از ژاپن کردند. جستجوی آنها را به دنیای پرشتاب ارز خارجی یا تجارت فارکس هدایت کرد، جایی که آنها میتوانند ارزهای مختلف را معامله کنند و به طور بالقوه سود کنند. بیش از 1 میلیون نفر از این زنان شروع به سفته بازی در بازارهای مالی کردند. پس انداز خانواده خود را افزایش داده، منجر به ظهور جنبش خانواده واتنابه شد. اما آنها نمیدانستند که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا تصور کنید یک زن خانه‌دار ژاپنی هستید. شما مسئول امور مالی خانواده بوده و شما پولی برای سرمایه‌گذاری دارید. اما وقتی به اطراف نگاه می‌کنید هیچ گزینه جذابی در خانه وجود ندارد. نرخ بهره آنقدر پایین است که پول شما را در یک حساب پسنداز قرار می‌دهد. احساس می‌کنید که بر روی پول‌ها گرد و غبار جمع شده. پسنداز شما به جایی نمی‌رسد. اینجا جایی بود که خانم واتنابه خودش را پیدا کرد. پسنداز او در بانک‌های ژاپنی بسیار کند رشد می‌کرد. بنابراین او تصمیم گرفت در یک بانک ژاپنی سرمایه‌گذاری کند و انجام داد. سپس تصمیم گرفت تا کار ناآورانه ای انجام دهد. او چرا در ژاپن که ارزانی است پول قرض می کند، سپس آن را در کشوری قرض می دهد تا بتواند سود بیشتری دریافت کند. این ایده همان چیزی است که ما آن را تجارت حمل و نقل می نامیم و این دقیقا همان کاری است که خانم واتنابه انجام داد. در تجارت حمل و نقل شما پول را با ارز با سود پایین قرض می گیرید، مانند ین. سپس آن پول را برای سرمایه گذاری در ارز دیگری استفاده می کنید که نرخ بهره بالاتری ارائه می دهد، مانند دلار استرالیا. ما به تفاوت سودی که از سپرده خود در بانک خارجی دریافت میکنید را به جیب میزنید. تصور کنید در کشوری زندگی میکنید که میوه ها ارزآوری دارند. به ازای هر سرسیبی که در شهر سیب سپرده میکنید، آنها هر سال یک سیب اضافی به شما پاداش میدهند.
اما پس از آن متوجه می شوید که بانک شهر پرتغال به ازای هر 100 پرتغال 5 پرتغال اضافه به شما می دهد. بنابراین تصمیم می گیرید سیب‌هایتان را با پرتغال عوض کنید و هر سال پرتغال‌های اضافه را به چیپ بزنید. بنابراین ین ژاپن را با بهره کم قرض گرفت و آنها را به واحد پول دیگری تبدیل کرد، جایی که علاقه زیادی داشت و بتواند درآمد بیشتری داشته باشد. تفاوت در نرخ بهره سود او بود و همینطور خانم واتنابه خود را در مرکز یک انقلاب مالی یافت، درست از روی میز آشپزخانه‌اش. این نشان دهنده تولد دیده تجارت خانم واتنابه بود، یک مانور مالی هوشمندانه که به زودی توجه جهانی را به خود جلب خواهد کرد. خانم واتنابه با پول حاصل از تجارت حمل و نقل زندگی خوبی داشت و این فقط چند نفر نبودند، این کلمه پخش شد و بلافاصله پس از آن هزاران خانم واتنابه در سراسر ژاپن همین کار را انجام دادند. تجارت حمل و نقل داغ‌ترین بلیت شهر بود و به نظر می رسید که این روزهای خوب هرگز به پایان نمی رسد. به گزارش فاینانشال تایمز بیش از نیمی از دارایی‌های خانوار ژاپنی پول و نقد و سپرده‌های بانکی بود و این به طور غیرعادی زیاد است، زیرا پول نقد تنها 14% از دارایی‌های خانواده‌های آمریکایی را تشکیل می‌دهد و 37% اروپایی، اما چیزی به نام سود بدون ریسک وجود ندارد. درست مثل بلندترین تاپ در کره زمین می‌تواند بهترین سواری را به شما بدهد، همچنین می‌تواند ترسناک‌ترین زمانی باشد که همه چیز خراب می‌شود. در سال 1998 طوفانی بازار مالی جهانی را در نوردید، طوفانی به نام بحران مالی روسیه. روسیه بدهی خود را نپرداخت و برای کل سیستم مالی جهانی زلزله بزرگی ایجاد کرد. تجارت حمل و نقل را به خاطر دارید؟ اینجا نقطه ضعف آن است. اگر ارزش ین در برابر پولی که خانم واتنابه گذاشته بود افزایش یابد، باز پرداخت ین وام گرفته شده منجر به ضرر خواهد شد و با ناراحتی خانم واتنابه دقیقاً همین اتفاق افتاد. زمانی که بحران مالی روسیه آغاز شد، سرمایه گذاران ترسیدند. آنها عجله کردند تا پول خود را از سرمایه گذاری های پرخطر بیرون بکشند و در مکان های امتری قرار دهند. یکی از مکان های امتر ین ژاپن بود. با خرید بیشتر ین ارزش آن افزایش یافت. بلیت بخت آزمایی تبدیل به بمب ساعتی شد. با افزایش ارزش ین، باز پرداخت آنچه قرض گرفته بود برای او گرانتر بود. بحران روسیه اوضاع را تغییر داد. او ناگهان در وسط طوفان قرار گرفت و برنامه‌های او برای بازگشت سالم از بین رفت. با افزایش غیرمنتظره ارزش ین، شکاف بین نرخ بهره کاهش یافت. بحران مالی روسیه یادآوری وحشتناک بود که حتی بهترین استراتژی‌ها نیز می‌توانند دچار تزلزل شوند. این زنگ بیداری برای خانم واتنابه بود و به بقیه معامله‌گران یادآوری می‌کنند که تجارت آنها اصلا بدون خطر نیست. پس از بحران مالی روسیه، خانم واتنابه و دیگرانی که در تجارت هم معامله می کردند در حال ترمیم زخمایشان بودند. در همین حال در ژاپن دولت با چالش‌های اقتصادی خود دست و پنجه نرم می کرد، حتی بعد از اینکه به اولین کشور جهان تبدیل شد. برای معرفی یک سیاست نرخ بهره صفر در آوریل 1999، ژاپن هنوز با یک هیولای جدید روبرو بود، تورم. تورم زمانی است که سطح کلی قیمت‌ها در اقتصاد کاهش می‌یابد، تشویق مردم برای خرج کردن پولشان با تأخیر در خریدشان، زیرا آنها انتظار دارند قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد. در پاسخ به این موضوع در سال 2001 بانک ژاپن تصمیم گرفت گام جسورانه دیگری بردارد. این اولین کشور تاریخ شد برای معرفی سیاستی به نام تسهیل کمی یا به اختصار QE. این امر از آن زمان به بعد توسط سایر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان اتخاذ شد، به ویژه در طول بحران مالی 2008 و اخیراً در طول همه‌گیری. به زبان ساده QE زمانی است که یک بانک مرکزی مانند بانک ژاپن پول جدید ایجاد می‌کند، از آن برای خرید اوراق قرضه دولتی استفاده می‌کند، یا عنوانی که دولت وعده می‌دهد برای بازپرداخت پول قرض شده در زمان معین با نرخ بهره معین، که هر دو در حین ایجاد پیوند ثابت می‌شوند. این اقتصاد را پر از پول می‌کند، نرخ بهره را حتی بیشتر کاهش می‌دهد و مردم و مشاغل را تشویق به قرض گرفتن و خرج کردن می‌کند، مثل ریختن سوخت روی آتش برای روشن شدن. برای خانم واتنابه این یک شمشیر دولبه بود. از یک سو نرخ بهره پایین در ژاپن به این معنی است که سود بالقوه از تجارت حمل و نقل بالاتر بود و از سوی دیگر خطرات مرتبط با تجارت هم هنوز در ذهنش تازه بود. معرفی تسهیلات کمی یک لحظه تعیین کننده در اقتصاد ژاپن بود، نشان دهنده یک تغییر قابل توجه در رویکرد بانک مرکزی ژاپن و برای مدیریت اقتصاد. و برای خانم واتنابه این یک پیش در سفر مالی او بود.
ورود به هزاره جدید ژاپن همچنان سخت کار میکنه تا مشکلات اقتصادی خود را برطرف کنه. با این حال حتی با وجود خطرات تجارت همچنان جذاب برای بسیاری از سرمایه گذاران خرد ژاپنی بود. نادیده گرفتن پتانسیل سود بیشتر خیلی سخته، به خصوص اکنون که وام گرفتن ین به صرفه تر است. با تشکر از بانک ژاپن، سیاست تسهیل کمی در حدود سال 2005 تعدادی از قابل توجه زنان خانه‌دار ژاپنی سرمایه گذاری در تجارت آنلاین ارز و به اصطلاح خانم واتنابه شروع به محبوب شدن در سراسر جهان کرد. خانم واتنابه در اواسط 30 سالگی بود، مسلط به کامپیوتر و در اغلب بازارهای ارز معامله می‌کرد. با استفاده از پول پس انداز خانواده یا بچه نقد از طریق حساب‌های مارجین قرض شده. بسیاری از آنها زمانی که جوان بودند با تجارت فارکس شروع کردند. در آن زمان رسانه‌ها پر از داستان بود و در این مورد زنان خانه‌دار واقعی ژاپن. نیویورک تایمز در مصاحبه خود تعدادی از زنان خانواده طبقه متوسط ژاپن که به عنوان سفت بازار آماتور بود معرفی کرد. در داستان سال 2007 تایمز در ادامه مصاحبه خود ده‌ها هزار زن ژاپنی متأهل را وارد تجارت آنلاین قرار داد. در یک سال و نیم بازی در بازار بین کارهای خانه و تخت، در حالی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دنیای مردانه را مسخره می‌کردند. در این زمان به عنوان یک نیروی قدرتمند، زنان به طور جمعی به عنوان خانم واتانابه کیمونی پوی ظهور کردند و ظهور دست جمعی زنان، استفاده از ثروت عظیم ژاپن برای تغییر قیمت باعث شد که اقتصاددانان سردرگم شوند، تا جایی که استراتژی تجارت حمل آنها توجه ماهیای بزرگتر را به خود جلب کرد. صندوق‌های تأمینی و بانک وقتی فهمیدند وارد بازی شدند. فرایند استفاده از کشورها با نرخ ارز پایین و سرمایه‌گذاری در کشورها با نرخ ارز بالا مانند دلار آمریکا. این استراتژی سودآور باقی مانده است. با گذشت زمان بازیگران جدید زیادی وارد بازار شدند، در واقع خیلی زیاد، که شروع به جلب توجه جهانی کرد. اگرچه توجه همه مثبت نبود، برخی از کارشناسان مالی نسبت به این خطرات هشدار دادند. خانم واتنابه نگران اتفاق دیگر بود. یک مهران مالی دیگر باعث از بین رفتن سریع معاملات حمل و نقل شد. درست مانند آنچه در گذشته اتفاق افتاده بود، بحران مالی ژاپن. به همین دلیل در سال 2006 بانک ژاپن به پایان تسهیلات کمی رأی داد و شروع به دور شدن از سیاست نرخ بهره پایین کرد. افزایش آهسته نرخ بهره باعث کاهش جذابیت تجارت ین شد و هزینه وام افزایش پیدا کرد. هدف افزایش ارزش ین بود و آن زمان تجارت حمل از جذابیت و ریسک کمتری برخوردار بود و افزایش ین آن جذابیت را از بین برد. سردبیر نشریات گارتمن آقای دنیس گارتمن که خدمات مشاوری سرمایه گذاری مستقر در ویرجینیا را در آن زمان انجام میداد گفت پیدا شدن چنین موقعیت های عظیمی یا باید به آرامی در مدت زمان زیادی انجام شود یا باید به سرعت و به طور گسترده انجام شود و نه تنها برای طبقات همراه. در آن زمان دنیس گارتمن در کانون توجه بود و از لحظاتش لذت می برد. داستان او نمونه بود از اینکه چگونه مردم عادی با استفاده از پسنداز خود و کمی ریسک پذیری می توانند موجی در بازارهای مالی جهانی ایجاد کنند. اما آنها به زودی متوجه خواهند شد که یک طوفان بزرگ مالی خیلی بزرگتر از هر چیزی که آنها تاکنون تجربه کردند در افق شروع به شکل گیری می کرد. It was a tumultuous year for the economy. What the heck is going on down here? I don't know. Many economists now believe this downturn will be the most severe since the recession of the early 1980s. بحران مالی 2008 برای خانم واتنابه از هر چیزی که قبلا مواجه شده بود بزرگتر. بحران از ایالات متحده شروع شد با فروپاشی لیمان برادرز یا بانک سرمایه گذاری عظیم. با فروپاشی این بانک سرمایه گذاری غول پیکر بازارهای مالی جهان سقوط کرد. بسیاری از اقتصادها را در سراسر جهان غرق کرده و وارد یک رکود عمیق شد. در طول بحران مالی روسیه سرمایه گذاران در سراسر جهان که از آشفتگی متزلزل شده بودند برای ایمنی به هم ریخته پول خود را از سرمایه گذاری های پرخطر بیرون کشیدند و برای خرید دارایی های مطمئن تر عجله کردند. از جمله آشنای آنها ین ژاپن. باسم با افزایش تقاضا برای ین ارزش آن نیز بالا رفت. برای خانم واتنابه این مورد دژاوو محسوب میشد. افزایش ارزش ین به معنای بازپرداخت معاملات حمل و نقل قرض گرفته بود. در مواجهه با این واقعیت زمان سفر سریع فرا رسیده بود. خانم واتنابه در حال فحشت قرار گرفته بود.
و برای فرار از این مواضع خود به راه چاره موفق، هزاران سرمایه‌گذار خرد در سراسر ژاپن که زمانی از سود حاصل از تجارت هم لذت می‌بردند، خود را با زیان‌های قابل توجهی مواجه می‌دیدند. ماشین پولساز جادویی تبدیل به کابوس شد. بسیاری از تاجران آماتور متحمل ضررهای هنگفت و ناگهانی شدند. معاملات هم ممکن است ساده باشد، اما آموختن که نیروهای اقتصاد کلان جهان بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در مصاحبه تایمز با یک زن نزدیک به 100 هزار دلار از دست داده بود که کل پسنداز خانواده‌اش بود. In just one week. بحران مالی جهانی 2008 زنگ بیداری وحشیانه‌ای بود در مورد خطرات مرتبط با تجارت امر. این عنوان یک تجربه هوشیار برای خانم واتانابه و تاجران خرد بود که وقت خود را در کانون توجه جهانی قرار دادند. احساس می‌کنم آینده این بحران همچنان نقطه عطفی خواهد بود. آن لحظه بود که دنیا متوجه شد سیستم مالی جهانی چقدر به هم پیوسته است و چقدر سر یک بحران در یک کشور می‌تواند به کشورهای دیگر سرایت کند. اما خانم واتانابه کسی نبود که بتواند به این راحتی پاپس بکشد. با وجود تلفات آنها به تجارت عمل خود ادامه دادند. بسیاری از آنها فعالیت خود را مخفی کردند و به دلیل نگرش فرهنگی نسبت به پول توسط جهان، آنها از این تجربیات درس گرفت و به جای عقب نشینی آگاه تر شدند و در استراتژی سرمایه گذاری خود منظم بودند. پس از بحران سرمایه گذاران خرد ژاپنی از جمله خانم واتانابه شروع به تغییر جهت قطعنماهای مالی خود کردند و شروع به کشف راه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری پول خود کردند. معاملات روزانه یکی از این راه‌های جدید بود. بعد از معاملات هم او بسیار تهاجمی‌تر در استراتژی خود شد. همانطور که نیویورک تایمز توضیح داد، یکی از دلایل اینکه خانه‌داران ژاپنی می‌توانند بازارها را به حرکت درآورند، این است که آنها طرز استفاده از 12.5 تریلیون دلار پسنداز خانوار را فهمیدند. برای بیش از یک دهه ارزش این مبلغ در بانک‌های ژاپن افت کرد با نرخ بهره پایین. معاملات روزانه خانم واتانابه باعث رسیدن او به سطحی از استقلال مالی شده بود و درآمد بیشتری برای پسنداز او ایجاد کرد. و حاصل تجربه او از گذشته و استراتژی قبلی خود از حمل معاملات باعث تغییر بزرگی قابل توجه او. چند تاجر زن که واقعا تجارت خانه ژاپنی را مورد تحول قرار دادند، در این زمان بر روی نقشه پدیدار شدند. فومی واکبایاشی، نویسنده کتاب من سهام را دوست دارم و سازنده یک بازی سرمایه‌گذاری نینتندو دی‌اس که گام‌های مهمی در تجارت خانگی ژاپنی برداشت. یوکیکو یوکیبه، نویسنده راز اف ایکس که معاملات آتی کالا و ارز را بیش از 3 سال انجام می‌داد. یک مادر مجرد که یک گروه حمایتی ایجاد کرد به نام FX Beauties Club و همچنین کتاب به همین نام نوشته است. تغییر مسیر خانم واتانابه از معاملات هم به معاملات روزانه یک حادثه منفرد نبود. این بخشی از یک روند بزرگ در ژاپن بود و در واقع در سراسر جهان. معاملات روزانه در حال افزایش بود و سرمایه گذاران خرده فروشی مانند خانم واتانابه هدایت را بر عهده داشتند. اول، فناوری مورد نیاز برای معاملات روزانه به طور گسترده در دسترس قرار گرفته بود. با یک کامپیوتر و اتصال به اینترنت هر کسی می توانست به راحتی از خانه خودش تجارت کند. دوم، منابع آموزشی جدیدی در دسترس بود. دوره‌های آنلاین، وبینارها، آموزش‌ها به مردم آموخت چگونه تجارت روزانه انجام دهند. این فصل جدید در داستان خانم واتانابه نشان داد که اون فقط دارای یک ترفند نیست. او یک بازیکن همه‌کاره در دنیای مالی بود. معاملات روزانه چالش‌ها و خطرات خاص خودش را داشت، اما همچنین دارای فرصت‌های تازه بود. به سرعت به سال 2013 برید. اقتصاد ژاپن بر سر یک دورایی قرار گرفته. نسبت به بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی 230% بود، بالاترین در بین کشورهای توسعه یافته. تقریبا 2 دهه است که در ژاپن کاهش تورم بیداد کرده بود. قیمت‌ها و دستمزدها مدام کاهش می‌یافت. برای اینکه تبدیل به اروپا نشوند که با مشکلات جدی بدهی دست و پنجه نرم می‌کردند، ژاپن به راه حل‌های افراطی نیاز داشت. در دسامبر 2012 شینزو آبه نخست وزیر ژاپن شد. او یک طرح بلندپروازانه را اجرا کرد و آبنومیکس نامید که چندین استراتژی داشت، اما 2 مورد اصلی بودند. یک، محرک پولی. بانک ژاپن دستور داده شد برای جلوگیری از کاهش تورم پول بیشتری چاپ کند تا زمانی که تورم به 2% برسد، نرخی که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بهینه است. کمی تورم اقتصاد را تحریک خواهد کرد. برای شروع دوباره خرج کردن سرمایه‌گذاری بیشتر را باید جذب می‌کردند. دولت تصمیم گرفت تا حد امکان پول خرج کند در مورد چیزهایی مانند مدارس، بهداشت، درمان، زیرساخت
هدف ایجاد اشتغال، تحریک ساخت و ساز، تشویق کسب و کارها به رشد و به امید رونق اقتصادی. در ابتدا آبنومیکس موفق به نظر می رسید. بازار سهام ژاپن نیکی در 3 ماه اول 30% افزایش یافت. از ماموریت آبه در مارس 2013 فاینانشال تایمز لندن نوشت خوش آمد. خانم واتن آبه سومین اقتصاد بزرگ جهان است. با روشن شدن امیدهای بهبود جهانی و این یک بازیکن ماهر ارزهای جهانی است. و نرخ بهره یک بار دیگر شروع به هم زدن کرده بود. با این حال در اواخر ماه می 2013 بازار سهام ژاپن یک غلطه بزرگ گرفت و در تلاش برای بهبودی بود. برای نقد کردن سود سری که در چندی ماه گذشته به دست آورده بود، بسیاری خانم واتنابه را مقصر می‌دونند، در حالی که بازار سهام سعودی بود. در آن زمان بسیاری از افراد مالی رفتار خانم واتنابه را دنبال می‌کردند. آیا او چیزی در بازار سهام می‌داند؟ در مورد آینده ای ابنومیکس چطور؟ بیش از نیمی از دارایی‌های خانوار ژاپنی وجود نقد و سپرده بانکی بود در یک محیط کاهش تورم. در یک زمان که کاهش تورم در حال ایجاد بود، برای خانم واتنابه کاملا منطقی بود با حفظ پول نقد خود به جای استفاده از آن، فقط به این دلیل که می‌دانست قیمت‌ها در حال کاهش می‌باشد. پس پول نقد می‌تواند هفته آینده بیشتر از این هفته برای او سودآوری داشته باشد، بنابراین بهتر است به او بچسبد. تورم باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و این ممکن است خانم واتنابه را تشویق کند که شروع به خرج کردن پول پسنداز خود کند. او می‌تواند تصمیم بگیرد به خرید برود، چیزی که آقای آبه با آن امیدوار است، زیرا این به مشاغل محلی کمک می‌کند و ایجاد شغل می‌کند. همچنین اگر نرخ بهره پایین بماند، شانس کسب بازدهی بیشتر ممکن است خانم واتنابه را به بازگشت سمت بازار سهام سوق دهد. در آن زمان اقتصاد ژاپن بزرگتر از مجموع آلمان و ایتالیا بود. بنابراین هر اتفاقی در ژاپن بیفتد دلیلش خانم واتنابه است. چرا این همه بازیگر مالی توجه زیادی به خانم واتنابه کردند؟ چگونه او پول خود را مدیریت می‌کند؟ و اینکه آیا او خرج کردن را انتخاب می‌کند، پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری را؟ نکات بزرگ در مورد آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد می‌دهد. در بازارهای مالی جهانی در ماه‌ها و سال‌های آینده قدرت کیف پول هرگز مهم‌تر از این نبود. پیشرفت روزمره. خانم واتنابه مشکلات بسیار زیادی را پشت سر گذاشته است. او یک مدیر بالقوه بودجه است، یک معامله‌گر حمل، یک معامله‌گر روز و نمادی در دنیای مالی. او بحران‌های مالی را پشت سر گذاشته است و با شرایط متغیر بازار سازگار شده. در چشم‌انداز مالی امروز خانم واتنابه نیرویی است که باید روی آن حساب کرد. گسترش پلتفرم‌های دیجیتال و دموکراتیک کردن بازارهای مالی آن را آسان‌تر از همیشه کرده است. برای سرمایه‌گذاران خرد و فروش مانند خانم واتنابه برای شرکت در معاملات روزانه این دیگر یک فعالیت سرگرمی نیست. برای معامله‌گران حرفه‌ای این یک شغل است. با کامپیوتر، اتصال به اینترنت و کمی دانش می‌توان موفق شد. و خانم واتنابه با سالها تجربه و غرایز مالیش درست در وسط آن قرار. در پایان داستان خانم واتنابه چیزی فراتر از امور مالی است. در مورد انعطاف‌پذیری، سازگاری و شجاعت ریسک کردن است. در این مورد افراد عادی هستند که تأثیرات خارق العاده ایجاد میکنند و بیشتر از همه این در مورد این است که چگونه هر کسی، حتی یک زن خانه‌دار متواضع که بودجه خانواده‌اش را مدیریت میکند، میتواند در مرحله مالی تفاوت ایجاد کند. پس آینده خانم واتنابه چیست؟ با ادامه پیشرفت تکنولوژی، ابزارها و پلتفرم‌های جدید در حال ظهور هستند. تجارت را حتی بیشتر در دسترس قرار میدهند. با اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های آنلاین معامله در حال تبدیل شدن به چیزی است که هر کسی میتواند در هر مکان هر زمان انجام دهد. همزمان بازارها بی‌ثبات‌تر می‌شوند. تنش‌های سیاسی، عدم اطمینان اقتصادی و رویدادهای جهانی باعث نوسانات سری در ارزش ارزها می‌شوند. برای معامله‌گران روزانه مانند خانم واتنابه این نوسان می‌تواند هر دو یک چالش و یک فرصت باشد. بنابراین همونطور که ما این فصل رو می‌بندیم، در سفر خانم واتنابه ما با یک حس تحسین باقی مانده‌ایم. برای این زن خانه‌دار روزمره که جرأت داشت وارد دنیای مالی جهانی شود و در انجام این کار بازی را برای همیشه تغییر. ممنون که تماشا کردید.